دنیای سینما تو هر سال و دهه هنرمندهای متفاوتی رو به دنیا معرفی کرده. هنرمندهایی که گاهن انقدر محبوب شدن که جاودانه شدن و اسمشون تا ابد در تاریخ موند و آرتیست‌هایی که فید شدن و از خاطرها رفتن. یکی از آرتیست‌های مطرح، محبوب و دوست داشتنی سینما که به تازگی متأسفانه توی 89 سالگی امسال فوت کرده، آلن آرکین دوست داشتنی بوده. و به همین بهانه بریم تا چند تا از بهترین اثرهای این آرتیست دوست داشتنی رو بهتون معرفی کنیم. سلام، من امیر عباسم، اینجا فیلمولوژی. راجع به فیلم، سریال و دنیای سینما صحبت می‌کنیم. پس اگه به این محتواها علاقه داری، اینجا رو ساب داشته باش و با من بیا. آرکین که اصالت آلمانی روس داشته، توی سن کم با آمریکا مهاجرت می‌کنه. همه کسایی که باهاش همکاری داشتن، اون آدمی شریف، با استعداد و منحصر به فرد خطاب می‌کردن و می‌گفتن که شخصیتی گرم و دوست داشتنی داشته. آلن موفق شد با فیلم میس شاین کوچولو توی سال 2006 برنده اسکار هم بشه. میس شاین کوچولو اولین تجربه کارگردان جوان سینما والر یافاریس بوده که به حدی درخشیده که به فیلم محبوب تماشاگران و منتقدان تبدیل شد. فیلم داستان خانواده است که با ون قرار سفر کنند و دختر خانواده رو به مسابقات زیبایی دختر بچه‌ها برسونن و کمدی و درام خیلی جذابی رو میتونید توش ببینید. چه از دایی افسرده و برادری که روزه سکوت داره و چه پدر بزرگ معتادی که امیدی به زندگی نداره و در عین حال عاقل‌ترین فرد خانواده است. گیلگری راس، 1992. این اثر ساخته شده بر اساس بهترین نمایشنامه دیوید ممت از برترین نویسنده‌های معاصره و کافیه یه نگاه به کست این فیلم بندازیم. آل پاشینو، جک لمون، کوین اسپیسی، الک بالدوین، آلن آرکین، به کارگردانی جیمز فولی. این فیلم یک کلاس درس بازیگری به تمام معنا حساب میشه. شاید نقش آرکین توی این فیلم نقش کوتاهی بوده، ولی تایید این جمله بوده که نقش بزرگ و کوچیک نداریم، بازیگر بزرگ و کوچیک داریم. آرکین با اینکه نقش کوچیکی داشته، به زیبایی توی این فیلم درخشیده. فیلم راجع به یه سری دلال خورده پاس که برای بقای خودشون و خانواده هاشون تلاش میکنن. این فیلم ها هیچ جوره اگه اهل دنیای سینمایی از دست نه. ادوارد دستقیچی، 1990. ولی شخصیت بیل توی این فیلم که بازیش رو به آرکین عزیز سپردن، نقش آدمیزاد معمولی توی اون دنیای عجیب و درهمه. تناقض کاراکتر بیل به ویژه وقتی کنار ادوارد قرار میگیره یکی از جذابیت‌های این فیلم رو نشون میده که آرکین چه بازیگر توانمندی بوده. فیلم ادوارد دستقیچی که جانی دپ و آرکین هر دو توش درخشیدن رو از دست نه. گاتاکا، 1997. گاتاکا یه فیلم با محیط علمی تخیلی بوده که انسان‌ها موفق به دستکاری ژنتیک توش شدن و جامعه‌ای آینده نگر اما سرشار از ظلم و تباهی رو ساختن. توی این فیلم آرکین نقشه کاراگاه رو داره که به دنبال یک متهم مظنون به قتله. فیلم حالا هوای فانتزی جنایی داره، به شدت دیدنش جذابه، اصلا خالی از لطف نیست، دیدنش از دست نه. آرگو، 2012. برخره میرسیم به اثر محبوب خودم، آرگو، فیلمی که مربوط به اشغال سفارت آمریکا توی ایرانه و آرکین در نقش کارگردان و تهیه کننده هالیوودیه که قراره برای عملیات تحت پوشش CIA فیلم بسازه که باهاش بتونن گروگانهای آمریکایی رو نجات بدن. آرکین برای این نقش گفته من نقش بازی نمیکردم، خودم رو بازی میکردم و شخصیت بددهنی که توی این فیلم داره هم بقیه تایید کردن که آرکین در دنیای واقعی خیلی به این شخصیت نزدیکه. و برای آخرین بار و چهارمین بار آرکین با نقش خودش توی فیلم آرگو نامزد اسکار شد. امیدوارم روحش آروم باشه و خوشحالم که تونستم آثارش رو بهتون معرفی کنم. در نهایت انتخاب با شما، منتظر نظرتون تو کامنت ها هستم. دوستتون دارم و خدا نگهدار.